امواج همبستگی مردمی با زندانیان سیاسی و خانواده های آنها آخوند پور محمدی وزیر دادگستری ارتجا درگیری در بند 350 اوین چندان جدی نبود و بیشتر بحث بازرسی از بندها مطرح بود سایت تابناک از نظام اسلامی رفع اتهام کنید منصور حقیقت پور نماینده مجلس ارتجا بازرسی حق و وظیفه مدیریت زندان است. غلام حسین اسماعیلی رئیس زندانهای رژیم اصلا موضوع مجروح شدن زندانیان بند 350 اوین مطرح نیست و صحت ندارد. اینها مواضع حراسالود و شتاب زده برخی رسانه ها و گزارشگران رژیم جنایت آخوندی به دنبال تهاجم وحشیانه پاسداران در پنجشنبه گذشته به زندانیان بیدفاع اوین و ترس از افشای این جنایت توسط مقاومت ایران است که سرتاب های رژیم را در حراس فرو برده که به این واسطه با فریب و دجالیت میخواهند دست های خونین خود را از این جنایت بشویند. چرا که رژیم تلسپ شکسته و زهر خورده ی ولایت آنچنان در شرایط کنونی در نقطه ضعف و استیصال قرار گرفته که برای تخلیه جنون ناشی از دریافت ضربات متعدد و مستمر از جانب مقاومت ایران چاره ای جز دست به این اقدامات زبونانه آن هم بر سر زندانیان دست بسته نمی بیند. در جبهه مقابل ما به دنبال این عمل وحشیانه امواج همبستگی هموطنان با زندانیان و خانواده های آنها برخواسته و همچنان ادامه دارد. برخی از این بیانیه‌های های حمایت مردمی را از نظر می گذارانیم. جمعی از خانواده های مجاهد به رژیم ضد بشری اعلام می کنیم هرچه می خواهی بگیر و ببند و به زندان بیانداز و اعدام کن ولی صدای مجاهدین و این مردم در را هرگز نتوانی خاموش کنی. ما در حمایت از زندانیان مجاهد و مبارز و زندانیان دلیری که به مقاومت و ایستادگی در برابر زندانبان جنایت پیشه برخواستند اعلام می کنیم و می گوییم که عمرت به پایان رسیده و صبح صادق به طلوع خودش رسیده است پرستاران قرب تهران حمایت خود را از زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز که در برابر رژیم جنایت پیشه به مقاومت و ایستادگی برخواستند اعلام می کنیم و همصدا با خانواده های آنها فریاد میکنیم مرگ بر دیکتاتور و زنده باد آزادی دانشجویان دانشگاه مازندران عموم دانشجویان را به حمایت از زندانیان سیاسی در زندانها و به خصوص زندان اوین فرا میخوانیم و از کلیه مجامع و سازمانهای حقوق بشری و عفو بین الملل خواستار رسیدگی به این جنایت و سرکوب زندانیان بیدفاع هستیم همچنین خواستار این هستیم که ملاقات و تماس زندانیان با خانواده هایشان برقرار شود جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد زاهدان زندانیان ما در شرایط خطیر کنونی و در حالی که رژیم ضد بشری ولایت فقیه غرق در بحران قرار گرفته به مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و ستم ایستادند و درسی به ما می‌دهند که همچون آنان بتوانیم در برابر این رژیم جنایت پیشه ایستادگی کنیم جمعی از هنرمندان خواستار این هستیم که ملاقات و تماس زندانیان با خانواده هایشان برقرار شود تا به این وسیله تمامی دروغ‌ها و عوام فریبی های کارگزاران و نمایندگان مجلس که میخواهند چنگال های خونین دشخیمان اوین را سفید کنند رسوا شود جمعی از دانشجویان دانشگاه البرز همبستگی خودمان را با زندانیان دلیر زندان اوین اعلام می کنیم و به آنها می گوییم در برابر ظلم و ستمی که بر شما روا می شود ساکت نخواهیم نشست و شما آموزگاران ایستادگی و مقاومت هستید